ناامنی در آسمان یمن برای دشمنان. کابوس MQ-9 های آمریکایی چه پلتفرمی هستش؟ سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و پارتیزانی های عزیز، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه های ما. امروز قراره درباره سلاح پیشرفته ایرانی که مدتی در خدمت یمنی ها صحبت کنیم، موشکی که کابوس پهپادهای آمریکایی شده. پس برای اطلاع بیشتر از این کابوس جدید آمریکایی ها تا پایان کار با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ بخش اصلی که برنامه امروز. بعد از 8 سال محاصره و جنگ در یمن و گذشت بیش از 2 سال از آتش بس، همچنان آمریکا در بحران پرواز بر فراز یمن قرار داره. یمنی ها که سابقه خوبی از پهپادهای چینی و آمریکایی ائتلاف سعودی دارن، یک سالیه که بدون دغدغه در حال شکار MQ-9 در آسمان شهرهای خودشون هستن. کابوس آمریکایی ها با وجود نظارت دریایی و هوایی آمریکا از ایران به یمن بود تا ناامنی رو تا حدی برای هواگردهای غربی آشناتر کنه. شاید بگید که آمریکا و انگلیس در چند ماه گذشته حملات زیادی رو به یمن انجام دادن و سرنگونی پهپادهای شناسایی آمریکایی تأثیری روی حملاتشون نداره، اما یمن به خوبی ارتباط عملیات‌های جاسوسی و هجومی رو دار کرده. ناامنی آسمان یمن برای پهپادهای جاسوسی آمریکا تعداد و کیفیت حملات هواگردهای هجومی اونها رو تحت تأثیر قرار میده. از بی‌دقتی در هدف قرار دادن مواضع و تجهیزات یمن تا کاهش میزان بمباران ها. خلاصه کار، یمنی ها توی یک سالی که از طوفان الاقصا گذشته 11 فروند پهپاد گران قیمت MQ-9 رو ساقط کرد. این در حالیه که قبل از اون 4 فروند از این پهپاد بر فراز یمن مورد هدف قرار گرفته بود. این عملیات های دفاعی باعث شده که پهپادهای آمریکایی کمتر سر و کلشون در نزدیکی خاک یمن پیدا بشه. قبل از عملیات طوفان الاقصا، هدافند هوایی ارتش یمن دارای سامانه های زیادی برای انهدام اهداف متخاصم بود. از جمله اونها سقر، برق، فاطر 1 و 2 و ساقب 1، 2 و 3 هستش. این سامانه های پدافندی با تلاش جوانان یمنی و با کمک ایران وارد خدمت شدند. بخشی از این موشک ها در حین جنگ تونستن 6 فروند پهپاد MQ-1 و MQ-9 آمریکا رو سرنگون کنند. توی یک مورد موشک ساقب 3 فروند جنگنده تورنادوی سعودی ها رو هم از پای در آورده بود. سامانه فاطر با موشک های زمین به هوای میان برد و دور برد روسی توسعه پیدا کرده که طول اونها 58.5 متر و وزنشون هم 600 کیلوگرم بیان شده که دارای سرعتی بالغ بر 2.8 ماخ و بردی بالغ بر 22.6 کیلومتر هستند که با سیستم جهتگیری حرارتی عمل می کنند. در خانواده سامانه پدافند هوایی ساقب، موشک های هواپایه R-27 و R-37 روسی تبدیل به موشک های زمین به هوا شدند. یمنی ها سامانه های راداری خوبی رو در اختیار دارند. در کنار سامانه های پدافند موشکی، سیستم های راداری صادق و هیدر با ردیابی اهداف در 40 کیلومتری 24 ساعته در حال پایش مرزها هستند. پدافند هوایی ارتش یمن همچنین یک سامانه راداری روسی با نام B-19 رو در اختیار داره که تا 200 کیلومتر رو پایش و رصد میکنه. کمی قبل به سامانه هایی که کابوس پهپادهای آمریکایی شده بودن اشاره کردیم، اما مهمترین اونها سقر یا موشک 358 نام داره. اولین موشک پارتیزان جهان که سال 2018 رویت شد و مدتی در خدمت یگان پدافندی ارتش یمنه. موشک 358 که در عربی به شاهین معروف شده، مهمات پارتیزان دفاع هوایی. در اصطلاحات نظامی به مهمات پارتیزانی گفته میشه که میتونه بعد از پرتاب بر فراز منطقه هدف برای مدت معینی پرواز کنه و به کمک اپراتوری که به وسیله دوربین روی اون نصب شده مختصات هدف رو کشف میکنه و با قفل کردن روی اون موشک رو به نقطه مورد نظر اصابت میده. شکل ظاهری این موشک مشابه موشک های هوا به هوا بوده و 2.7 متر طول و یک کلاهک 11 کیلوگرمی داره. روی بدنه یک موشک پدافندی 358 حدود 12 بالچه در 3 بخش با اندازه ها و اشکال مختلفی دیده میشه. گفته میشه که محدوده که ارتفاع عمل این موشک 8.5 کیلومتره. فرآیند شدی که موشک 358 از یه راکت کمکی بهره میگیره و از یه لانچر ساده برای پرتاب استفاده میکنه. پیشرانه این موشک از نوع توربوجته که مختص موشک های کروز کوچیک ساخته شده. این موشک پارتیزان در لبنان هم توسط حزب الله مورد استفاده قرار گرفته و سابقه انهدام پهپادهای MQ-1, MQ-9, هرمس 450 و هرمس 900 رو داره. سال 2018
لاشه یکی از این راکت‌ها در یمن به واسطه سربازان سعودی کشف شد، چرا که 358 شلیک شده نتونسته بود هدفش رو کشف کنه و به همین خاطر بعد از پرواز انتظاری سقوط کرده بود. غربی‌ها مدعی شدن که با توجه به دو روش خودکار و غیر خودکار این موشک میتونه علیه هر هدفی چه در آسمان، زمین و حتی روی دریا استفاده بشه. سلاح 358 ایرانی مجهز به یه فیوز انفجار مجاورتی لیزری شده که به محض رد شدن از کنار هدف منفجر میشه. به نظر میرسه که فیوز انفجار مجاورتی لیزری به کار رفته روی بدنه این موشک با فیوزی که در موشک میثاق تعبیه شده یکی بوده باشه. نکته جالب در مورد مهمات پرسه‌زن اینه که اونقدر در آسمان به گهسنی ادامه میدن تا سوخت خودشون تموم بشه و در نهایت یا سقوط میکنن و یا منفجر میشن. چنین موشکی که در واقع نوعی اختراع جدید در سیستم های پدافند هوایی محسوب میشه و در بخش پیشران از یه موتور میکروجت استفاده میکنه. این در حالیه که اکثر موشک های پدافند هوایی از موتورهای راکتی سوخت جامد بهره میبرن و استفاده از موتورهای جت موضوعی مرسوم در موشک‌های پدافند هوایی نیست. به همین دلیل این موشک به یه بوستر تقویت کننده در زیر بدن مجهزه که با روشن شدن اون نیروی لازم برای حرکت اولیه یه موشک تامین میشه و بعد از یه مسافتی بر رسیدن به سرعت مورد نظر این بوستر از موشک جدا میشه و با روشن شدن موتور میکروجت موشک به مسیر خودش ادامه میده. سرعت این موشک به گفته غربی‌ها 550 کیلومتر در ساعت بوده و نه تنها روی ضد پهپادها موثره، بلکه تاثیر زیادی روی جت‌های جنگی میزنه. سال 2021 یک نمونه از این مهمات پرسه‌زن در نزدیکی فرودگاه کرکوک دیده شده که نشون میده مقاومت اسلامی عراق هم برای شکار هواگردهای آمریکایی از این موشک استفاده کرده. این موشک بعد از گهسنی‌های خودش سالم به زمین نشسته بوده. طبق اطلاعات موجود برد موشک پرسه‌زن صغر 100 کیلومتر بوده و تا ارتفاع 28000 پایی میتونه پرواز کنه. در مجموع منطقه غرب آسیا سابقه زیادی در تقابل مهمات پرسه‌زن ایرانی مثل 358 با پرنده‌های غربی داره که در ادامه میتونه جذاب‌تر هم بشه. خلاصه که مهمات پرسه‌زن 358 برگ برنده مقاومت لبنان، یمن و عراق در نبردهای هوایی بوده و همچنان هم هست. امیدوارم که از این برنامه و مطلبی که امروز براتون جمع‌آوری کردیم لذت برده باشید و خیلی ممنون که تا اینجای کار با ما همراه بودید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.